دابخانه هالو تقدیم می کند قلم سرنوشت نوشته جعفر شهری بخش هشتم برای شنونده خوبی بودم و از آنکه آموزش شنیدن و گفتن گرفته بودم بر اینکه خود مصاحب بودن هم علم می علمی که در صحبت افراد تمام هوش و حواسم به سخنانشان بوده سر به هوایی و قطع سخن نمودن و رفت آمد و برخواستن و نشستن و توجه به این سوی و آن سوی و حجت آوردن و تکسی به رد کلام و اظهار دانایی بر اظهاراتشان و دیگر امور نداشته باشم و در سخن گفتن که سخن مطابق رقبت شنونده گفتن و هنگام بیان روی و حواس به این سو و آن سو نداشتن و تا مصاحب از شنیدن خسته نشده قطع کلام نمودن و خوش روی داشتن و از این گونه ملاحظات سر درد دلش باز شد البته با قید احتیاط که مخالف خانی نداشته باشد و میرسانید که هنوز ترس بگیر و ببندها و بزن و های مهاجمین دولتی در دلش بوده نمیخواهد برای خود دردسر درست بکند و تنها به طور شکست بسته گفت یکی از کشتارهای سرتیب امیر احمدی در جنگهای لورستان بیش از هجده هزار بود که حدود ده هزار تنشان را با سوزاندن کشته بود و بیش از صد و هزار لور که در جابجا کردن و اسارت نابود شدند و از قارت و چپاول که سربازانش دست را به خاطر دست بند و گوش را به خاطر گوشواره می بریدند و ناگاهان چنانچه به زیاد رویش متوجه شده بود تغییر مسیر سخن داده گفت تا چیزی بخورم ملاحظه کاری که حقش بود از آنکه جهت شناسایی مخالفین و مخالفخانها از هر گروه و طبقه در میان مردم مفتشینی گمارده شده بود علاوه بر این که هنوز دولت از طرف ایلات و اشایر و سرجنبانان در استتار و مدعیان امنیت خاطر کامل نیافته بود وگرنه زیادتر از اینها میتوانست توانست درباره فجایع جنگ های لورستان حرف بزند فجایعی که در کوچ دادنهایشان، ده یکشان در اثر صدمات راه و بیکفشی و زجر و شکنجه های معمورین و گرسنگی و تشنگی به محل اسکان نمی رسیدند و از نوامیسشان در صور و احوالی که قلم از شرمشان سر باز می زند حد که حرمت می گردید. به هر تقدیر پس از سکوت اندک و خواستن چای مجدد با اینکه گفته بودم برای چه آمده ام دوباره از منظورم پرسید و جواب دادم آمده ام زیر سایه شما لغمنانی پیدا کنم و اگر اجازه بدهید در دکان خالی شما مشغول به کار بشوم. از کاری که در آن میخواهم بکنم پرسید و از توان کرایه ای که میتوانم پرداخت بکنم و با ماهی دوازده قران اجاره که رضایت داد مستعجر او بشوم. مشروط بر اینکه که تأخیر در پرداخت آن نداشته اول هر ماه خودم اجاره را به در خانهاش ببرم و با قبولیم که کلیدش را همراه دعای برات خوشی امن و با باشه در اختیارم گذار به این ترتیب صاحب دکان شده اینک لازم بود به آن با ریختن ابزار و جنس معین رسمیت داده صورت کار بشوم. نزدیک غروب بود که از خانه صاحب ملک بیرون آمده خود را در کاروانسرای کلاه دوزها به دوستان دوگان شیخ قربان و مشدی حسین نعلکی چسبان رسانیدم. مشدی حسین برایم چای خبر کرد و گفت خیر باشه خوشحالت میبینم. ماجره را تعریف کردم و گفتم تا اینجاش درست اما مثل اینکه که چال نکنده منار دوزیدم. یعنی تهیه وسایل و سرمایه ننموده دکان اجاره کردم. چنان که سابق بر این ذکرش گذشت مردی بود خیرخواه و خوشنیت و قلب و در صورت توانایی کار راه انداز و از مبلغ و مقدار حاجتم برای راه پرسید ضعف استطاعتش را در نظر آورده گفتم برایم پنج تومان کفایت می کند با تعجب گفت این که به جایی نمیرسه مگه میخوای آب آلویی و لب و فروشی باز بکنی گفتم برای شروع کار که فکرش را کرده کفایت می کند. پرسید چه و چه وقت پسش خواهم داد. جواب دادم تا چه جور و چه وقت که خدا بخواهد. اما خیال می کنم بیش از یک ماه طول بکشد و هر جور شده تا سر مدت حسابم را پاک می کنم. حس کردم می خواهد کمک کند. اما مرد دست به دهنی بود که پنج تومان برایش مبلغی بود وان می توانست پستایی یک ماه کارش را فراهم بکند و می خواست حساب کارش را داشته باشد. گفت خدا قرض کسی را که خیال پست را داشته باشد و قرض نذر و قرض عروسی را زود ادا می کند و دست برده پولهای جیبش را که از جمع آبدی قسط بازارش فراهم کرده بود بیرون آورده به شمردنشان پرداخت که سی و چهار قران شد سه تومانش را نگه داشته چهار قرانش را به جیب برگردانده و دو تومان هم از جیب بغلش درآورده روی آنها نهاده به دستم داد و گفت نمیخواد صبر کنی تا سر ماه برسه شب به شب هرچی به دستت رسید بده تا تموم بشه مطمئن بودم که از سر ماه هم زودتر تعدیهش بکنم که هم خیال پس دادنش را داشتم و هم به خود و درستی تشخیصم در انتخاب شغلی که اندیشیده بودم مؤمن و امیدوار و پیشبرد خود را که علانیه می دیدم. ایمان و امیدی که بزرگترین رمز موفقیت بوده مشروط بر آنکه کاذب یعنی خودفریبی و وهم و خیال نبوده باشد پس با تشکر فراوان از مشعلی حسین و دعای خیر به او همان لحظه طبق محاسبه ای از پیش نموده خود را به جلوخان مسجد شاه که محل خورده فروشی ها و دست فروش به امثال آن بود رسانیده با 25 قران آن یک میز تحریر مانند چوبی کهنه و یک گیره و یک چرخ سنباده کوچک میزی و یک چکش و یک انبردستی و مشتی ابزار و لوازم دیگر مانند آچار پیشگوشتی و سوهان و روغندان و قلم و سنبه و قیچی و آهنبر و چراغ و غیره خریده به دکان رسانیدم و صبح فردا تا ظهر آن که با 25 قران دیگر اشیاء دکان پر مانند توقه و کهنه و لاستیک و تنه و زنجیر و قاب و رکاب و فرمان بی مصرف و پریموس قرازه و گرسوس و اجاق ای از کار افتاده و امثال آن یعنی هرچه معرف نوع کار دکان بوده بتواند آن را به صورت دوچرخ سازی و چراغ ساز و تعمیرگاه لوازم خانگی درآورده خریده و برده در دکان ریختم و تا غروب آن که آن را با ترتیب دادن میز کار و چیدن و آویختن خرت و پرتا به دهانه و در و دیوار آن همراه دوچرخه و پریموس سفری خود که زینت دکان و میز کارم ساختم و مشتی دور ریختنی های دیگر که صبحش از منزل مادر بزرگ آوردم به صورت دوشرخ سازی و چراغ سازیش در به اضافه جمله قبول تعمیر همه گونه وسایل منزل را که به مقوا نوشته جلو دکانم آویختم و از فردای آن که بسم اللهی و الهی به امید تو گویان مشغول به کار گردیدم اول کسی که مراجعه نمود زن بچه به بغل جوانی با زنبیل پری از سبزی بود که با افتادن چشمش به تابلوی مقوایی قبول تعمیر همه گونه وسایل و همراهش نگاه به داخل دکان پاسوس نموده پرسید یعنی کاردوچاقو هم تیز میکنی؟ که جواب مثبت دادم و گفت مال همین خونه روبرویتون هستم و تابلوتون دیدم یادم افتاد کارت آشپزخونمون کند شده بدم تیزش بکنید پس برم بیارمش تا ببینم چه چیز خراب دیگه ای دارم و رفته پس از دقایقی کارد کله و چاقوی دست شکسته ای آورده گفت به شرطی که تا سبزیامو پاک میکنم تیز بکنی مزدشم بگو پسرمو و میرفه سم بده بیاره و بعد از آن که از همان خانه کارد و قیچی دیگر و یک چرخ خیاطی که نخ پاره میکرد آورده شد و با دو دو چرخ که برای پنچری آمد توانستم شش قران و ده شاهی کار بکنم. کاری که پس از کارد و چاقوی اول از همان خانه برایم آمد به آن خاطر بود که برای چاقوی بی دسته اولی که می گفت برای پوست کندن کدو بادمجان جان سیب زمینی خیلی به درد خورش بوده دوستش دارم دسته چوبی خوش ترکیبی ساختم و در تیز کردنشان که دقت کافی به عمل آوردم و اول صبح روز بعد دوچرخه جهت باز و بسته کردن و شستشو که بعدها سرویسش گفتند برایم آمد یکی از دو دو ای که روز پیش برای باد کردن لاستیک آورده بودند و از چهار شاهی اجرتشان با گفتن قابلی نداره صرف نظر نموده دوستان روانشان نموده بودم و به همان خاطر هفته ی بعد که دومیشان آمد گذشت و زبان خوش که هر یکیشان در عوض دو شاهی اجرت بادلاستیک 122 شاهی آوردند. دومی او گیجی فرمان و خرابی ترمز داشت و می گفت چند جا گیجی فرمانش را برده نتوانستند درست بکنند. روز دوم اضافه بر دو گفته شده اول که دوازده قران مزدش بود و یک تومان گفته دو روز دیگر موعد تحویلش بود اجاق خوراکپزی دو فتیله ای برایم آمد که یک فتیله اش به خاطر وارون پیچاندن فتیله گردان در نفت افتاده نتوانسته بودند جا بزنند و جلو صاحبش که زن میان سالی بود جا انداخته قابلی ندارد گفتم که واقعا هم ناقابل بوده فتیله را داخل سرپیچ کردم خیر ببینی جوون پیر بشی الهی جوون که راحتم کردی و نفرین بر جلوتری ها که هر وقت برده دو گرفته چقدر هم لنگش گذارده امروز و فردایش کرده اند با خیر ببینی گفتن دوباره گفت سجرخی نوه شکسته می آورد درست بکنم و مقصود از هم کردی گفتنش هم اینکه چون جلوش انجام دادم خودش یاد گرفته از پولش گذشته نمیخواهد هر دفعه مدتی نفتش را خالی کرده به نش کشیده به این دکان و آن دکان ببرد معطل نمودن و امروز و فردا کردنی حق یک این چنینی تا کار را سخت و مهم جلوه داده بتوانند جیب کنی بکنند شستن دوچرخه سرویس در صورت سلامت بودن شامل بود بر باز کردن و شستن تمام ادوات دوچرخه و گریزکاری و بستن و روغنکاری و سرویس به همراهش رفع تمام معایب آن مانند رفع لنگی توقه ها، لنگی گیری و تعویز لاستیک ترمزها ها که به جای ساییده شده هایشان نو بگذارم و تنظیم دقیق ترمز ها و در صورت جا خورده بودن تنه دوشاخه و پیچیدن فرمان درست کردن و اصلاح آنها و آنچه که صاحبش فهمیده و گفته یا نفهمیده نگفته باشد و اضافه کاری های دیگر چرا که برای دوشاخه خودم انجام میدهم و بسا خوبتر و به دقتتر از آنکه از خدمت پنهان و کار درست به کمال بدون توجه به بود و نبود و اجرت و تشویق و فهم و درک صاحب خدمت و کار لذت می بردم. همچنین از احیاء تلف شده و از حیز انتفاع خارج گردیده با ذوق خلق نمودن و به وجود آوردن آنچه وجود نداشته باشد به همین روال روز بعد و روزهایی پس از آن که توانستم مشتریان زیادی دور خود جمع بکنم. خاص مراجعین تعمیر دو شرخه که زیادتر از همه گردیدند. تا آنجا که با قسط روزی پنج قران در روز توانستم بدهی به مشری حسین را پرداخته مقداری هم لوازم و ابزار مانند کوره و دم جوشکاری و دستگاه لنگیگیری که تا پیش از آن از دو شاخه که بگیره میبستم استفاده میکردم بخرم مشتریانی که هر یک رفته دو تا و سه تا با خود می آوردند چه نه تنها از جهت کار و حسن عمل رضایتشان فراهم می ساختم بلکه از جهت برخورد نیز به منزله کسان و دوستان و نزدیکانشان می دیدم که باید هر چه دارم و آن چیزی جز کار درست و رایت انصاف و لطف بیان در تحویل کارها و وفای به قول نبود برایشان در طبق اخلاص بگذارم. مراجعینی که به گوشم کرده بود مشتری درخت جواهر کاسب می باشد و درستیش یقین عینی هم شده بود. در معنی اینکه مشتری و مراجعه اوست که نقمت کاسب را نعمت و نکبت او را دولت و ذلت وی را عزت نموده خودش را آقا و زنش را خانم و بچه هایش را آقا خانم زاده می نماید و با نداشتن او که خودش می داند باید چه بکند. کم کم رونق کار و مشتریانم با آن اندازه رسید که به زحمت می توانستم قبول کار بکنم و دکانم محفل اونس که مراجعینم همه از دوستانم شده بود و از حیث آیدات در آن حد که دکانم از جنس و لوازم پروپیمان و روزان مبلغی پسنداز نموده بتوانم از آن مقداری اساس و لوازم خانه بخرم. با این احوال نزدیک به چهار ماه گذشت و هر روز آن که به خود و کار خود از روز پیش دلگرمتر و شایقتر و امیدوارتر می گشتم. چه علاوه بر کسب و کار دلخواه و اواید سرشار دور از انتظار آن دوستانی از بین مشتریان به گردم جمع شده بود که دلخوشی هم بودن. دوستانی که هم از طریق مراجعتشان برایم سود مادی داشتند و هم می توانستم از هم صحبتیشان که خستگی در کنم بودند و فکر و تجربیاتشان که هر سری یک عقلی دارد و گفت و شنیدنشان آیدم میشد بهره ببرم. دوستانی هم فکر و روح و دست چین شده به گفته ذره ذره کندرین ارز و سماست جنس خود را همچو کاه و کهرباست موافق و همزبان که به غیر اینهایشان به حکم ای بسا هندو و ترک همزبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان و فکر و خوی و زبانمان با هم همخانی نداشته جز رابطه کاسب و مشتری میانمان ارتباطی نمیتوانست برقرار بشود و آنجا بود که فهمیدم آنهایی که در مسائب و گرفتاری ها مانند به و به زندان و افتادگان که بدیهایشان را هم از دوست و رفیق و مونس بد عنوان می کنند حرفشان جز به گذافه و تبرعی خیش و اینکه بخواهند خطاهای خود را به گردن دیگران بار کنند نبوده بلکه این همخویی و کشش روحی خودشان باعث بوده است. همچنین در رفع مشکلات و نمونه اش گره در کارم که توانستم صاحب کار دکان و بسا مزایای دیگر بشوم از طرف مشهدی حسین و زبانش دیدم. در همین اوقات بود که روزی شبه زن جوانی به نظرم رسید که دو زنانه را به بغل گرفته از پله های کوچه جلوی دکان پایین می آید. پلایی که در خیابان کشی و بالا افتادن خیابان از مسیر گذر قدیمی برای ورود به کوچه به وجود آمده بود. به همان صورت که جلوخان مسجد شاه که در دیویز قدمی دکان من بود دارای پله و از سطح خیابان پایین تر افتاده بود و کوچه ای که دکان من در ابتدای آن و مشرف به چند پله آخر آن شده بود. با گذاردن دوچرخش به زمین چشمش به دکان و من و چشم من که به چهره او افتاد و با تیز کردن نگاه که بدنم به لرزه در آمد چندان که نتوانستم ضبط خود نموده بی اختیار به روی نیمکت کنار دکان افتادم. زنی نبود غیر از دخترم من بتول که چهار سال گرفتار فریبندگیش بودم. زنی متوسط القامه با اندامی متناسب و چهره گندمین و موی قهره ای مجعد و خال سیاه دلربای کنار لب با مازی و اشوگری تمام که پس از مفارقت سه سالهش می دیدم. با یک سال تفاوت سن که نمی دانم. به طوری که مادرم گفته بود و فراموشم شده بود از خودم بزرگتر یا کوچکتر و تا آن زمان و تا آنجا که اطلاعش را داشتم سه شوهر عوض کرده بود البته مقصود از تا آن زمان یعنی تا زمان ارتباط و روزی که مجلس عقد با سومینش را که همان باعث قطع رابطه هم گردید می باشد و بعد از آنش بی اطلاع می بودم و اینک ماجرا از کارهای متفرقه که آخرینشان کلاه فروشی بود پولی در جیب و سر و وضعی داشتم کلاهی به نام کلاه پهلوی ناسخ کلاهای دیگر که بر سر گذاشتنش زوری و با تصویب قانون اتحاد شکل که مردها همه باید ملبوس کهن کنار گذارده ملبس به کت و شلوار بشوند کلاهشان که به غیر کلاه پهلوی نباید باشد حکم شده بود کلاهی استوانه از مقوا که رویش مخمل یا ماهود کشیده میشد با فرو رفتگی در اتاق و زغره از مشمع به لبه داخل و سایبان یا آفتابگردانی در جلو با نوار باریکی جهت زیبایی در محل اتصالش به کلا با دو تکمه در دو طرف که از روی کلاه پلیس فرانسه برداشته شده بود یعنی همان کلاه مقوایی سابق پیش درآمد کلاه پهلوی که به لب جلوش آفتاب گردان اضافه شده بود. کلاهی که پارچهش را خریده در سه اندازه مختلف دوخت و دوزش را به خیاط می دادم و بقیه کارهایش را از بریدن و استوانه کردن و بدنه و کشیدن رویه و نصب آفتابگردان و نوار و تکمه و آستر داخل و زغره در خانه خودم انجام می دادم و شش شش که هر ستایش را در یک دست می گرفتم دور خیابان ها به معرض فروش قرار میدادم و پاتوق و مرکز فروشم را هم خیابان ناصریه که ناصر خسرو شده بود از سراح مسجد شاه تا بالاتر از میدان شمس اماره قرار داده بودم به دو نظر یکی اینکه نزدیک به خیاتم که اضافه کلاه ها را بتوانم در دکان او بگذارم بود و دیگر نزدیک بودن به بازار و جمعیتی بودن محل که مشتریان خرید لباس که از بازار می آمدن کلاه می و جدای از من که به همین ملاحظه هم چند دکان کلاه دوزی آخر خیابان ناصریه یعنی پایین تر از شمس اماره را که مرکز این کار ساخته خواهندگان به این محل مراجعه می کردم. با تفاوت اینکه قبل از آن کلاه و کلاه مقوایی پاپاخ و کلاه نبدی و فینه و امثال آن و اکنون که قدغن شده بود کلاه پهلوی می فروختند. روزی نزدیک ظهری که آخرین کلاه پستایی سومینم به فروش رفته در میدان شمس اماره جهت صرف نهار خوب و بد قضا فروشی ها می کردم صدای زنی از پشت سر به گوشم رسید که میگوید جعفر خم واسه ببینم تویی و چون رو برگرداندم امم را دیدم که مشتاقان خود را به من میرساند که شناخته سلامش کردم و پس از اظهار بشاشت و احوال پرسی های زیاد تا به خانه اش نمود و هرچه بهانه تراشیده از را بردم به خرجش نرفت و چندان ابرام نمود تا مجبور به قبولم گردانید و با این همه باید اقرار کنم که اگر حرف آخرش نبود که گفت مخصوصا دختر امت که چقدر مشتاق دیدنته که ببینه به چه قد و شکل شدی شاید زیاد زیاده برانم اصرار می نمود قبول نمی کردم. که نه رابطه ای داشتیم و نه سابقه ذهنی صافی ای از او که به کینه خواهرشوهری چه ستمها که به مادرم روا نداشته بود خاطرهای کودکی بشود اما نقل قول راست و دروغش از زبان دختره و اقتضای سنی و ترسیم خیالی شکل و شمایل او همه مسائل را به فراموشی سپرده باعث شد با تعارف دیگرش نو و را کنار گذارده قبول بکنم خانهش در انتهای کوچه ست تومانی ها منشب از کوچه حاجی ها که اتاقی در آن اجاره نموده بود کوچه ای به نشانی مادرم که از سفولیت و عقد و عروسیش تعریف کرده بود. کوچه ای که پدر شوهرش حاج ابوالقاسم و پدر خودش حاج الله یار در آن منزل داشته بوده. همان باعث خیشاوندی با پدرم شده بود و بنا به اظهاراتش در گفت و شنید یکی از چند خانه اضافی خودشان که پدرش به خاطر خلاص پدرم از زندان فروخت رشوه به زندانبان داده بود و دست تقدیر به همان خانهاش به اجار نشینی کشیده بود چنانچه برای خود من نیز باعث تداعی خاطره کودکی که با پشت سر گذاشتن کوچه هاجی ها و پیچیدن به کوچه خانه او چنان شد که سه چهار سالگی هم را می بینم. قلم دوش پدر از خانه سر در آجوری طرف چپ آن بیرون می آیم چنانچه پس از چندی با قطع زمینی که در پشت باغشاه برای نزدیک بودن به محل کار شوهر تازه اش عبالفضل خان باشد خریده دو اتاق در آن ساخته بود و آن نقل مکان نموده بود. در خانه را که روز بود و کلون نشده بود با یک هل باز کرد و مر با خود به داخل اتاق سمت راست راه رو کشید و نرسیده به اتاق صدا بلند نمود که بطول بیا بدین کیو برات بردم و با پس زدن پرده بطول که نمیدانست از طرف ملاقاتش چه کسی میباشد در دو قدمی هم ظاهر گردید و با معرفی مادر که با صدای بلند و چهره باز غرق شعف سلام کرد و بنای تعارف گذارد و با بفرمایید بفرمایید خوش آمدین صفا آوردین بالای اتاق را که در آن تشکچه ای پهن و دو متکا و یک بالش به صورت پشتی در آن نهاده شده بود نشان داد که جلوس بکنم. مکانی که معلوم بود برای بزرگ اتاق ترتیب داده شده است و درست هم به نظرم رسیده بود که هنوز شای دومم تمام و حال و احوال مقدماتی از خود مادر و چه و چونم تمام نشده بود که با دوسه یا الله که خبر دهنده ورود مرد نامحرم به خانه بود تا زنان غیر محرم خود را پوشانیده یا از دیدگاهش کنار بروند وارد دالانشه و با کنار زدن پرده داخل اتاق گردید و از طرف بطول با نام ابوالفضل خان معرفی شد که شوهر مادرش می باشد و معرفی من به او که پسر داییش هستم. مردی لاغرندام کشید قامت در حدود سن سی و سه با لباس فرم لباس مورد علاقه امه و درجه معین استواری خوش برخورد و خوش تعارف که از قرار همسر چهارمیش بود لباسش را برای آماده شدن جهت صرف غذا بیرون آورده کنار من نشسته به صحبت درآمد و دختر امه را می دیدم. چنانکه گفتی نگاهش به چهره من دوخته شده است خیره به صورتم مانده با چشمان سیاه درشتش حرکات مرا دنبال و شیرین زبانی می کند. با آمدن سفره که امه آورد خواستم بلند بشوم که دخترمم اول و امه پس از آن به تعارف برآمد که مگر به خانه غریبه آمده ای و مجبور به ماندنم کردم اما در باطن از خدا خواستم بود که نگه هم داشته با دختر امه مربوط بشوم. نهار تمام و شوهر امه پی کار خود برگشت و امه به جوی از وضع خود و کار و احوال مادر و مادر بزرگم شاباجی که شاباجی خانم خطابش می کرد برامد و دنبالش با یاد خاطرات گذشته که خودش با مادرم هم بازی و بچه هایشان که من و بطول باشیم با هم بازی میکردیم. و بطول که به هر بهانه خودش را به من نزدیک در نمود و از هر دری که سخن به میان می کشید و وادرم می کرد برایش حرف بزنم. تا آخر که با یکی دو ساعت گفت و شنید چنان خودمانی بیرو در بایستی شده ازار اشتیاق و جواب خواهی و علاقه نمود که گفتی مدت ها با هم نرد عشق می زده ایم. و در خداحافظی نزدیک غروب که دعوت به دو روز دیگر که شوهر مادرش در عملیات بوده به خانه نمی آمد، نمود و همان دعوت و چند رفت و آمد دیگر شد که توانست لحیبه چنان آتش عشقی سوزان در دلم به وجود آورد که روز و شب و خواب و خوراک و کل امورم را به خود مشغول نموده آینوار برابر دیدگانم بوده با اشک و آه و سوز دل و فریاد قلم نغم سرایش باشم عشقی که با هر ملاقات خجالتم در برابرش زیادتر و زبانم لالتر و چشمم به زیر افتاده تر می گردید تا آنجا که روزی از صبح تا غروب مادرش به دلالی محبت و اینکه رویمان روی من به هم باز شود تنهایی من گذاشته به مهمانی رفته بود و همچنان نتوانسته بودیم پا از سخنان پیش پا افتاده بیرون بگذاریم که البته تقصیر از طرف من که با همه جوش درون گفتی لال شده و در جدا شدن و بیرون آمدن از خانه در آن حد ناراحتی که میخواستم مغز خود را با سنگ متلاشی نمایم و این بود که تا شرح پریشان حالی خود چون که باید و شاید به او برسانم پناه به قلم آوردم و از آن پس که رابطه گفت و شنید من شعر و غزلهایی از خود و دیگران همراه آه و درد و قطرات عشق هرمان و فراق که بر نوشته های نامه بفشانم باشد و جواب متقابل او در همسان بودن حال و بیچارگی و بی در تمامیشان دستور به صبر و امید دادن با بیت تحریف کرده ای به راه وصل چون این دیدگان پراب مکن تو هم به مقصد خود میرسی شتاب مکن و هر یکیشان رو که بارها خوانده و بوسیده به سینه بفشارم و بلایش که هر روز و روزگارم از روز پیش سیاه در گرداند عشقی که باید سخن از شرحش کوتاه نمایم که تکرار مکرر و به شنیده گفتم و به دیده نمایاندن می باشد از این هر به بلوغ رسیده و روزگار گذرانده را به تجربه نیامده نباشد هیچ مستعد و صاحب جسم سلامت را که تم انگبین وصل و هنزل هجر به مزاق نرسیده باشد و تا زمین بوده مردمی به رویش میزیستند عشق جسمانی و عوالم آن همراه همگونی و مشابهت قسمتی از زندگیشان بوده چنانکه که عاشق پنج هزار سال پیش که سوز دلش بر لوه ای در اهرام مصر ثبت شده بود همان سوز و دود و آه بود که در بیان عشق امروز چنانچه چه جفادیده جفا دیده از بیوفایی زن و فرزند و خیانت دوست و انیس که در لوه ای دیگر دیده شده بود همین شکفه شکایت که در جفا دیده امروز می باشد باری برخوردی با امه و وسیله او ملاقات با دختر امه گرفتاری های آن به مدت چهار سال یعنی تا بعد از خدمت نظام و بازیچه شدنم به دست دختر امه که هر یک شنبه به منزلشان رفته روز را به شب رسانیده وسیله سرگرمیش شوم بدون آنکه پا از مرحله گفت و شنید و شوخی و خنده و سخنان بچگانه فراتر بگذاریم بدین گونه که شب آن به ذوق دیدارش همراه نقشه هایی که برای خود طرح نموده حساب هایی که بالا آورده مثلا در رسیدن چنین و در نشستن چنان و در گفت و شنید چنان و چنین بکنم خواب و خوراکم قطع شده همه چیز به فراموشی می و در این حالت هم که به مرور در احوالی به گونه دیگرش می اگرچه به غیر آن هم جز این نمی توانستم بود که تصویر و تصورش قاطع خواب و خوراکم می شد مگر وقتی که خیالش به حقیقت پیوسته مقابلم باشد و به این خاطر هم که هر روز از روز پیش نهیفتر و پجمرده و از مردم گریزانتر می گشتم و تنها با آنهایی می توانستم گفت و شنید بکنم که آگاه بر احوالم بوده فقط از او پرسیده از او حرف بزنند روزی در میان گفت و شنید حرف کف بینی و فالبینی و مثل آن به میان کشید و اینکه کولی ها از دیدن کف دست حرف میزنند و برایم بانگ بشارتی شد که از ملائکه ها میرسید چه با کفخانیش میتوانستم لاقل دست او را لمس بکنم گفتم من کفبینی را بلدم خیلی هم از آنها بهتر که آنها از روی روان کرده ها حرف میزنند و من از روی کتاب که قاعده درست علمی داشته همه چیز افراد را بدون کم و زیاد معلوم می کند حیف که خیلی پیش خوانده از خاطرم رفته باید مرور بکنم و این هفته برایت تعریف میکنم. با شنیدن ادعایم چنان که گفتی او نیز منتظر این پیش آمدی بود بی محابا خود را زانو به زانویم سرنده دستش را به طرفم دراز نموده با قربان صدقه که قربونت برم اجلتن هر چیشو بلدی بگو باقی شو به هفته دیگه خواست تا کف دستش را دیده برایش تعریف بکنم و من که کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا اما با خجالت تمام که اول نمیدانستم دست او را چگونه در دست بگیرم و دیگر که نمیدانستم چه بگویم که اطلاعی از آن نداشته دل در قفس سینه همچون مرغ به افتاده شده بود با شوق و شرم و درماندگی تمام دستش را چنان که میخواهم پر پروانه را در مشت بفشرم که با اندک فشار خاک می شود سر انگشتان دست راستش را در مشت چپ گرفته با استفاده از سخنان فالبین ها که دیده شنیده بودم انگشت سبابه دست راستم را روی خط دور برجستگی های شستش گذارده گفتم این خط عمر می باشد که درازیش نشانه طول عمر و کوتاهیش کوتاهی آن و خط عمر تو از نوع اول می باشد که خبر از عمر درازت دارد مخصوصا که بدون گیر و گره و بریدگی بوده نشان عمر به دور از خطر و بیماری می باشد که خیلی خوشش آمد و چون دیدم خوشش آمده های دیگر برا نفسودم تا به طرف پرت و پلا نروم. بقیهش را هم برای هفته بعد گذاردم و هرچه بود بهترین روزی برایم بود که از فرد نشاد بند بندم به رقص آمده بود. با فکری که دربارهش به مغزم رسیده بود. فکری که پس از تمام شدن وقتم که دو ساعت به غروب مانده بود و بیرون آمدن خود را یک سره و دوان دوان در خیابان ناصریه به کتاب فروشی مزفری رسانیده یک کتاب کفشناسی که پشت شیشه دکانش دیده بودم به سه قران خریده از همانجا شروع به خواندن و از برنمودن مطالبش کردم تا به خانه رسیدم و بعد از نیمه شب که به آخرش رسانیده روز و شبهای بعد هم به همان طریق چندان خوانده به حافظه سپردم که تا روز وعده چنان مطلع و حاضر ذهن گردیدم که گفتی برایش از روی کتاب میخوانم چه پیش آمد مبارکی جلو آمدن حرف کف بینی و فال بینی در هفته پیش که توانست همان روز و هم روز پس از آن را که بعدش را داده بودم برایم از بهترین روزها بکند که علاوه بر سرگرم بودن و تنگ هم نشستم با دخترمه که تا این زمان برایم پیش نیامده بود حلاوت دیگری از آن برایم حاصل شد که مورد تشویق بی اندازه اش که صورت قربان صدقه می گرفت قرار می گرفتم. از آن که توانسته بودم گذشته گویی ها برایش که چه خطراتی از او گذشته چه اتفاقاتی که برایش افتاده چه صفات و خوی خصالی دارد بنمایم. علاوه بر دنبال گیری های مادرش قبولی های او را که به یادش می آورد و با دیدن کف دست خودش که حوض نموده خواسته بود حرفهایم را تصدیق می نمود لذت عیشم را صد چندان می نمود به دختر امه که علاوه بر به یاد آوردن خطراتی که گذرانده بود و از روی ستاره های روی خط عمرش گفته بودم شوهر و فرزند و دل را گفتم به این قرار که شوهرش متعددم ما فرزند به تالعش نمی باشد و این دو را هم که از خط کنار و پایین انگشت کوچکش گفتم و همان شد که نشان داده شده بود از جهت عشق و علاقه زود پیوند و سریع گسل که خط بیرنگ صاف کم زنجیره ی زیر انگشتان از سبابت تا انگشت کوچکش گواهی می نمود و به امه نشانی دو بیماری دشوار را در سنین یازده و سی و چند سالگی هم دادم و از فرزند تنها یک اولاد و شوهر که نخواستم تمام خطهایش را که به یازده می رسید برایش شماره بکنم و چقدر مورد توجه قرار گرفت و دخترم که همش می خواست دستش در دستم بوده تماما از او حرف بزنم و از اینکه که کم کم نرمه و زانویم را حائل دستش قرار داده انگشتانش را در دست به علایمی می جنبانید اما من که حیفم می آمد چون که گفتی با دست مالیم ساییده شده زایع می شود از اکثر عمل و لمس و فشار دست و او خودداری میکردم و به هر صورت هر چه بود و با اینکه کف بینیم بهترین وسیله ارتباطی و نزدیکی من بود اما چیزی نبود که بتواند استدام داشته همه هفته از آن حرف بزنم و لازم بود پستایی های دیگری که در این زمینه باشد فکر بکنم و بهتر از همه کتاب قیاف شناسی و اندام شناسی بود که همراه تعدادی کتب دیگر پشت کتاب قیاف شناسی هم اعلام شده بود و با آن تو می توانستم روی و موی و بعضی از اندام او را لمس بکنم دو کتابی که باز در پشتشان کتابهای دیگر مانند کتاب تعبیر خواب و علم اعداد و علم حروف و علم ریگ و غیر معرفی شده بود و خلاصه کتاب کفشناسی خریداری شده ام که با آن توانستم به بسی کتاب های هم و جدای از آنها مانند اسرار قاسمی و نفای سلفنون و مطلع العلوم و علوم قدیمه و قریبه و طب قدیم دست بیابم و در آشنایی با آنها با کتب علمی و اطلاعاتی و تاریخی دیگر آشنا بشوم و همراهشان با کتبی امثال کتاب های اخلاق ناصری و زینت المجالس و ناسخ التواریخ و, و روزت الصفا و, و دواوین شعرا که باس قوت ناطقه و قدرت تکلم و محاوره و شیوایی و شیرینی کلام میگشتند و خلاص آنچه در هفته به دست آورم در راه کتاب بدهم که معتاد به آن گردیدم و در خواندن که نه قرائت و مطالعه بلکه بلعیدن و در هر یکشان غرق شدن که ماهی به آب برسد چه از هر یک به نوعی متلزز گردیده از هر کدامشان بسیرت دیگر یافته با عالم و عوالم دیگر آشنا میگشتم همراه این رضایت خاطر عمیق که خلاف نظر رفقا و مخصوصا مادر بزرگم که قمارباز کتابم خوانده باید پول و وقت هایی را که خرج کتاب و خواندنشان می کنم صرف پسنداز و کار و زندگی بکنم اثراتشان که می نگریستم می دیدم چه انتخاب جایی که به عمل آورده به چه اعتیاد و قمار مبارکی که گرفتار و به چه اطلاف پول و وقت همایون که مبتلا شده ام و هرچه که جلوتر می رفتم بران پابندتر و عاشقتر می گشتم. اثراتی که با هر کتاب خیش را از جهت سن چند برابر و از نظر ثروت درون و اعتبار و جلب قلوب از پیر و جوان با دیگر همگنان غیر قابل قیاس می دیدم که در هر محفل و مجلس می توانستم شمع جمع و طرف توجه حاضران بشوم که این یکی از فوایدشان بود جدای از لذایز معنویشان که در آشناییشان خود را انیس و جلیس بیزرد و آزارترین ها و پرنف و فایده ترین ها یعنی بهترین ها می دیدم. همچنین درک این معانی در بعدها که چه در جهل مرکب فرو رفته آنهایی را که به خود نمایی فضل در عقباندگی که محرومیتشان را با به شهادت آوردن بیت بدبخت آن کسی که گرفتار عقل شد خوشبخت آنکه کره خرامد رفت به گردن عقل و درایت میاندازند قافل از اینکه خود شعر جز از تراوشات بیخردی نمی باشد که کوری را بهتر از بینایی و بهائم را برتر از نخبه خلقت و سعادت و کامگاری را به زندگی حیوانی که خور و خواب و شهوت باشد میداند پس از آن پی بردن به قدرت و هنر و اعجاز عشق تا عاشق را می تواند در زمینه ماده خالقیت طبیعت و از نظر معنا هویت ملک بدهد به گواهی آنچه به دست بشر که محرکش غیر عشق و به قولی جنون نبوده نهان بوده به شهود و نیست بوده به هست و وجود رسیده بسی آدمیان که از پر و پرتو و آن ارواح کلامشان درخشش مهر گرفته تا به فلک پران شده اند و چه بسا که زیادتر اینان را مقدمه عشق عزیزی بوده که اگر نبود کار دنیا لنگ مانده بود پس با کسب اطلاع از مزامین کتاب ها و به کار بستنشان در گرم کردن سر او هفته های چند دیگر به همان روال گذشت بدون آنکه بتوانم به خود جرأت و جسارت تجاوز از حدود گذشته بدهم همراه انفعالها و بدآمدنهای های از خود در هر بیرون آمدن از خانه به خاطر بی ارزگی تا حد دشنام و ناسزا و سرکوبیدن به دیوار که از لب آب گوارا تشنه و از سر سفره پر اطعم گرسنه کنار رفتم و درستم میگفتم که چه بسا روزا که مادرش به اسم رفتن به روزه ما رو تنها و به حال خود میگذاشت و چه زیاد از این اوقات که در بازی و دنبال کردن هم مخصوصا در اتاق چنان که گفتی به زمین خورده است خود را از پشت به روی فرش میافکند و من شهامت نزدیک شدن به او را در خود نمیدیدم. شاید هم نه از عدم شهامت بلکه اول از خجالت و شدت علاقه و عشق که از عوامل خود گم کردگی عاشق هنگام وسال می باشد و شاید هم به خاطر قول عروسی و ازدواجی که در میان من رد و بدل شده بود و تصور دوشیزگی و در و بستگی و در رابطهش نمی خواستم کسی که در قایت متعلق به خودم می باشد دست مالی و از او حد که شرف بشود بیخبر از اینکه تا این زمان از دو شوهر طلاق گرفته بود. نشان و رازی که روزی از طرف مادرم که وارد صحبتشان شدی معلوم و برملا گردید. همچنین نقص نازاییش که به همان خاطر طلاق داده شده است و مادرش که عبالفز خان شوهر چهارمش می باشد. البته مطالبی که دو سال بعد و زمانی که بینمان از طرف من در واقعی که پیش آمد قطع رابطه شده بود به گوشم رسید و اطلاع بر اینکه شوهر دیدگی و اطمینان از نازایی او نیز بوده که با زبان حرکات کام خواهی می نمود. علاوه بر اینکه در خلوتی ها و هنگام بازی و جست و خیز با پوشیدن لباسهای تنگ و افکندن چادر از سر و خود را در حوز آب انداختم و پست و بلند و زوایای بدنش را به روخم کشانیدم میخواست رفع خجالت و تحریک رغبت من بکند که مادرش هم به همان خاطر جمعی مرا با او تنها میگذاشت و ناکامیش که موجب سرخوردگی و دست زدن به تمسخر من در هفته بعد گردید هفته که همه پولهای جیب خود را داده و با ده شاهی که به دکارش کردیدم یک جفت کفش قندره ای پاشنچوبی زیره و لب موم داغ کرده که مد روز و چشم گیرترین کفش زنانه بود برایش خریده به تعارف بردم و بعد از باز کردن از کاغذ که به خاطر نداشتن پول زیادتر جعبش که آن ده شاهی میشد و فروشنده اعتبار نکرد تبدیل به کاغذ شده بود و پوشیدن همچه که دید اندازه پایش می باشد با همان شروع به رقصیدن و قردادن کرد و رو به من نموده گفت میگویند زنی که مردش برایش کفش بخرد و اندازش درآید پیش شوهرش سفید بخت می شود و چندین بار تکرار کلامی که کولباشوه همراه مادر و دو دختر هم سن و سال خودش که اولین بار حضورشان در آن خانه بود بنای خنده و مسخرگی گذارده یا مرا مخاطب آن یعنی جمله کولباشوه باشوه که لفظ ترکی دهاتی بود می ساختن. البته در آن روز مرا رو حالی نشد که نه ترکی می دانستم و نه امر غیر عادی میان من در سه سال و اندی که از آشنایی من گذشته بود رخ داده بود و به خود می گفتم ممنونم و دست شما درد نکند می باشد تا وقتی که پس از بیرون آمدن از خانه و پرسیدن آن از چند ترک زبان که دنیا به نظرم تیره و تار شد چه گفته معنی آن خیلی خری می باشد انصاف که دیدم بهترین لقبی بود که به من داده چه بسا هم تخفیف داده که اولاق هم به چنین حماقت و سردرگمی فکری که هم دیوانی عشق کسی باشد و هم خود را از او زبط بکند نمی باشد عشقی که خواب و خوراک و راحت و همه چیز خود را به روی آن گذارده معشوقی که صدها نامه سوز و گداز برایش نوشته بیش از سه هزار بیت شعر به خاطر سروده ولی وقتی جام به وسال پر می شود از نوشیدنش سر باز زده خود را در قالب اشاق اساتیری که مانند لیلی و مجنون و وامق و ازرا و امثالشان که از معشوق فقط خود معشوق را خواسته چنانچه مجنون در خلفت داشتن با لیلی دست دست با خطا نمی کرده می و شاید چنانچه جدایی از این هم نمی توانست باشد میخواست نام خود هم ردیف نام ایشان بکنم بی اطلاع از این که اگر این طرف رابطه مجنون قرار دارد آن طرف شیرین که مجنون او را لیلی پنداشته یعنی شیرینی که با همه ازار علاقه به فرهاد چندا که خسرو و دست میرسد فرهاد را رها نموده به او میپیوندد و فرهاد را خر هممال و بازیچه میکند اگرچه لیلی هم اگر به طور که گفته نوشته اند مطابق مجنون سلیقه داشت به ابن سلام نمی از آنکه برای زن معنی عشق حل و خلاصه به مرد راضی کننده شده است و بعدها فهمیدم به چه خاطر این لقب به من داده شده بود. در این خصوص شرح قیز و غم و از خود بد آمدنم به قلم نمی گنجد. خاصه پس از هفته ای بعد که برای معاخزه آن اهانت می رفتم نرسیده به در خانهشان که در خانه را باز دیدم و با جلو رفتن میز و سندلی های زیادی در اطراف حیات مشاهده نمودم که خبر از وضعی غیرعادی مثل بساط عقد کنان و مانند آن میداد و با پرسیدن از همسایه خانه به خانهشان که زن قرقروی سالمندی بود معلومم شد درست حد زده بودم که به عوض جواب گفت کار همشگیشونه که هر از چند وقت یه مرتبه عقد و عروسی دارن و این دفعه که به محمدخان آجانش دادند توانستم ماند و نمیتوانستم داخل خانه بشوم که مناسب نمیدیدم چه امکان اهانت جواب کردنم میداد و لذا برای اطمینان خانه نیمه ساز روبرویشان را رو پناهگاه قرار داده به تجسس برآمدم همراه این تصمیم که اگر واقعیت داشته باشد چه بکنم چه بکنم هایی مثل اینکه بنزین برده پاشیده آتششان بزنم مجلسشان را به هم بزنم با فریاد فقان آبرویشان ببرم و از این اندیشه های بچگانه تا ظهر به یکی دو ساعت بعد از ظهر رسید و میوه و شیرینی های روی میزهایشان چیده شد و سر مهمان ها که باز شد گل و گلدان ها که آورده می شدند و در این وقت زن جوانی که یکی از همان دو دختر هفته پیش بود که کول باشمه می گفتند و چادر نماز گلبهی نازکی به سرش انداخته بود دوان دوان خود را به در خانه رسانید صدا به آمدن بلند کرد و در پی آن منقل آتشی که دود اسفند از آن متساعد بود پیش پیش چند زن و مرد از خانه بیرون آمده به استقبال دسته ای که در سی چهل قدمی از درشگاه ها پایین می آمدند برده شده مقابل مرد سی و چند ساله ای که کت و شلوار مشکی بر تن و کراوات قرمزی زده به زلفش روغن قلی زده بود و دو نفر همسن سن و سال دو طرفش بودند. مشت اسفندی دیگر در آن ریخته با گفتن حق مبارک کند طرفین یعنی همراهان داماد و کسان عروس وارد خانهاش کردند. و برای من که دیگر توقف و مشاهده مقدور نبود بهتر دیدم به جای ایجاد شر و شور صحنه را ترک و فکر انتقام گیری بهتر از آن چه اندیشیده بکنم و در حالی که از فرط خودگم کردگی و غضب آتش مشتعلی بودم راه بازگشت به پیش آوردم رنج بدتر از ستم محرومیت و بلای دیدن رقیب و از دست دادن او اینکه تحقیر شده بودم فریب خورده بودم بازی چه شده بودم دو شوهر در این مدت عوض کرده چنان رفتار نموده ترتیب زمان ملاقات داده بود که خبر نشده بودم تا حد وادار شدن به گرفتن سجل لهوال برای عقد آلت دست شده بودم مسخره شده بودم و شاید انتقام گیری به کینه خواهر شوهری نسبت به مادر من که از طرف امه ترتیب داده شده بود حرکاتی که قابل تحمل نبود باید تلافیشان بکنم با فکرهای به هم ریخته ای در جهت آن و در نرسیدن به نتیجه در باری خود و فکرهایی که هر یکشان به سمر می رسید معلوم نبود چه به روزم آمده یا خود به روز خود چه می آوردم و اجالتا هرچه بود دل در سینم مجمر آتش گردیده که هر دم به التهابش افزوده چاره ای نمی آفدم. جز اینکه خود را به حجره دو رفیق دنیا دیده خود مشری حسین و شیخ قربان برسانم و هرچه زیادتر که به سرعت قدم افزودم در آن حد که شاید از پشت باغشا تا میدان توبخانه را توانستم در چیزی کمتر از سی دقیقه پشت سر بگذارم به حساب اینکه در راه افتادن ساعت به سه بعد از ظهر نرسیده بود و آن را از دم در خانه که صدا از آن که سه بعد از ظهر شده و آقا نیامده بلند کرده که یکی رفته ببیند شش شده از شنیدم و ساعت سردر بلدیه سه و بیست و پنج دقیقه بعد از ظهر را نشان میداد. پس به همان سرعت تا هرچه زودتر خود را با آن دو رفیق برسانم میدان توبخانه را به طرف خیابان ناصریه و مسجد شاه پشت سر گذارده سرازیری ناصریه را از طرف مشرق آن در پیش گرفتم با افکار آشفته همراه چند نقشه انتقام که به تصویبشان برسانم. طرف راست یعنی قرب خیابان ناصریه به خاطر خلوتی و عدم تردد دل مردگی داشت که کمتر کسی از آن عبور می نمود چه ابتدای آن دیوار تلگرافخانه و بعد از آن دیوار حیات تلگرافخانه قدیمی بود و پس از آن تک دکانی متعلق به میرزا حسین علی لوازم تحریر فروش که کارت ویزیت و کارت تبریک و لوازم تحریر می فروخت و پس از آن به فاصله سه تاق دو دکان به هم چسبیده یکی سلمانی پورمهدی و بعدیش کفاش محمد خان و بعد از آن دیوار دارالفنون و بعد از آن دیوار و دهانه یک گاراژ سید محمد آقا و پس از آن دیوار مسجد کوچکه و سردر احمدی یا خیابان آشپزخانه و به این صورت قسمت شمالی خیابان ناصریه به اتمام می رسید. بعد از آن تا شمس الاماره دیوار چینه ارک سلطنتی و مگر از نزدیکی شمس اماره که ترددی می شود. و باید گفت سه دکان گفته شده هم دکاکینی نبودند که جلب توجه عام بکنند و لذا آبرین ترجیح میدادند طرف شرقی خیابان را که دکاکین به هم پیوسته داشت اختیار بکنند. و برای من ناراحت کننده تر که علاوه بر این ایراد خجالت از صاحب دکان کفاشی آن که وقتی مرا شوهر مادرم نزدش به پادوی او گذارده بود و حوصلم از بیکاری سر رفته نصف روز فرار کرده بودم و میترسیدم مرا دیده پرسجو یا معاخزه نموده خجالت بکشم. ترس و خجالتی که با شیرم اندرون شده مگر با جانم از درون برود پس طرف چپ خیابان را به پیش گرفته راه افتادم ده بیست دکان پایین تر از توبخانه مغازه گل بهار خرازی فروشی بود که پشت جعبه آینه اش عروسک نیمچه دختری برای نمایش گذاشته بود عروسکی با زیبایی تمام با خال کنجلب و موی خرمایی مجعد که گل سرخ مصنوعی کوچکی به طرف چپ آن نصب شده بود. این مجسمه را بارها دیده بودم. و چه بسا که اگر راهم هم از آن مسیر می افتاد به یاد خود می انداختم. که نکند ندیده از آن بگذرم و فقط عاشق تماشایش بودم اما این مرتبه تماشایم صورت دیگر به خود گرفت که دو نشان مانند خال لب و موی مجهت از دختر امه هم گرفته بود و با دیدن خال و گیسوان او چه به روزم آمد به دانگونه که هر آینه در اون نیاتم می توانست به ظهور آمدی یا دیده شوند دیده میشد که شعله آتش از جمع وجودم زبانه میکشد. جوانی و عدم تجربه و شدت علاقه و عادت و اشتیاق عواملی که باعث بدترین حالت در حد جنون گردیده همراه به خاطر آوردن چهره و لب و خال دخترمه و ترسیم کنار محمد خان آجان نشستم و این ابیات مناسب و در این حالت بسی نامناسب از سعدی خطاب به معشوق که ای خسرو به خوبان لب لعلت کمکیده است و از باقل تافت گل حسن تو کچیده است کس که مکیده است بسی شهد چشیده است و کس که ندیده است بسی قصه کشیده است و مجموعشان که راه هر گونه اندیشه جز تلف خود به رویم صد بکنند مغازی گلبهار را پشت سر گذارده هرچه شتابانتر به راه افتادم هوا گرم و خیابان خلوت و انگشت شماری که در آن تردد می کردند مخصوصا طرف غرب آنکه تا سردر خیابان آشپزخانه جز چند تن که جلو گاراژ با بار و بنه به زمین گذاشته کنارشان نشسته بودند به نظر نمی رسید و تک نفری که پشت دیوار چینه یه ارک زیگزاگوار تیه طریق کرده صدا با آواز بلند کرده بود وضع راه رفتنش نشان از مست بودنش میداد که با هر یکی دو قدم به دیوار خورده گرد و غباری از آن متساعد می نمود منظره دلشین بدی به وجود آورده بود دنیا و بد و خوب آن را کنار زده برای خود عالم دیگری ساخته بود و شاید تا عالم هستی و مردم آن را نیز فراموش نموده غرق در عالم خود شود طرف بدون عبور خیابان را اختیار کرده بود موی خاکستری شان ندیدهش نشان از بیغیدی می داد و کت مندرس و شلوار دویت سیاه گشادش که کتش را به روی آن کشیده بود مبین این که تا آنجا که مقدورش بوده نخواست خود را با صورت حاضر تطبیق بدهد چه فقط پوشش قسمت بالای بدن ایراد بلند بودن داشته به کت بار شده بود و به پا که گیوه آجیده ای کشیده بود آزاد بودن در رفتار و آواز خواندنش که صدا جز به راحت هنجر بلند نمی نمود و شعرش که به بیتی از آن رسیدم آزادگی و درویش صفتیش را می رساند و به آن بیت هم از آن رسیدم که چون چشمم به او افتاد و آواز و راه رفتنش جلب توجه هم نمود در مسیر خود به سرعت قدم افسوده خود را به مهازیش رسانیدم و با عشق شدیدی که به شعر داشتم چقدر قبطه خوردم که چرا جلب توجه هم زودتر نشده بود علاوه بر اینکه عاشق احوال و عوالم مستها خاص سالمندانش بودم از آنکه مستی و راستی بود و در این احوال می توانستم بسی ناشنیده از ایشان شنیده کشف بسی اسرار بکنم قبل از اینکه چه خوانده بود و پس از این چه میخواست بخواند نتوانستم فهم بکنم که قبل از آن از غم و درد و آشفتگی چشمم به او نخورده بود و بعد از آن با دو سه پیلی رفتن که به دیوار خورده خاک و خول آن را بلند نموده به زمین نشسته گیوه ها را از پا کشیده روی همشان جفت نموده و به زیر سر گذاشت و پشت به دیوار دراز کشید اینک شعر از چه بود و چه تأثیری از آن مترتب بود و چرا قبطه به نشنیده هایش خوردم شعری که چون فرمان استخلاص محکوم به مرگ عمر دوباره و چون آب حیات زندگی ابدی بخشید و شعری که توانسته تا این زمان از مشکلات و شداید فراوانم رهانیده بسی دشواری ها را برایم سهل بکند چند خواهی پیرهن از وحر تن تن رها کن تا نخواهی پیرهن با شنیدن این شعر که چون هوا به ریه در حال خفگی به سینه ام دوید نفس جانداری کشیده از بس به دلم نشست در جا خشک شده گوش و دیده به طرفش دادم بلکه بار دیگر بشنواندم اما افسوس که او نیز چون من از حرکت ایستاده نیفتاده از شدت مستی به خواب رفته بود قطع سخن گوینده یا گفتن و رفتن او شنونده را وادار به نشخار شنیده های از او می سازد. یکی از راه های قبولاندن سخن در صورت درستانستن و محق بودن به آن در مبتلا بودن به شنونده مهاجگر و منطق ناپذیر ترک سخن یا ترک مکان می باشد. از آنکه چون طرف صحبت راه جدل مستود می نگرد ابتدا به خود تابیده پس از آن ناچار به کنکاش و حلاجی سخنان گوینده می گردد و در اینجاست که برایش حق از ناحق و درست از نادرست تفکیک می شود. تیزی و گیرایی حافظه برایم لزوم شنیدن مجدد نداشت که یک بار خواندن یا شنیدن مطلبی خاص شعر نقش زمیرم می گردید. چنانچه با خواندن سه چهار مرتبه حافظ و قزلیات سعدی و گلستان به حفظم آمده بود و نیروی حافظه ای در آن حد قوت که کافی بود مصرع مطلع و نه بلکه دو سه کلمه از هر یکیشان به گوشم رسیده در صورت لزوم تمام بکنم و از آنها محفوظاتی که تا بعد از پنجاه سالگی هنوز انیسم بوده تا به مرور که عوارز پیری و اندیشه های گرفتاری ها و مشغله ها جانشینشان گردید و نعمت حافظه ای که نمیدانم با چه زبان سپاس عطا کننده آن گفته شکر نعمات نائم آن بکنم پس اگر شنیدن دوباره نه بلکه صد بارش میخواستم نه به خاطر عدم درک و فهم معنی و بلکه به خاطر لذت مضاعف و اینکه جوهر معنیش به جان بدهم پس سه چهار بار مرورش نموده چنان که با هر خواندنش سبک بالتر و سبک بارتر میگشتم گفتم به قربان دهانت که چه آسوده هم کردی و به دنبالش مطالبی از خانده ها مثل چه خوش بی مهربانی هر دو سربی از بابا تاهر و ابیات قصیده پیر مرادم سعدی در نصیحت آنجا که میگوید به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار که بر رو بر فراخ است و آدمی بسیار تا آنجا که فرماید چه لازم است یکی شاد ماد و تو غمگین یکی به خواب و تو اندر خیال او بیدار و دو سه ضرب المثل و مزمون دیگر که به ذهنم رسیده بر آنها افسودم مثل نه مرغ و نه کیش نه لحاف و نه شپیش و اینکه یکی بیزه خود میچلانید و داد میکشید یکی رسیده گفت ولش کن راحت میشوی کرد و دید که شد و با حلاجیشان ناگاهان چنان تغییر نموده از این رو به آن روی و از زیر بار جسم و روحازارش بیرون آمدم که گفتی از جنبش دادن در بشکه میخاجین خلاصم دادند پس به سبکی باد و نشاط قاصد خوشخبر تا هرچه زودتر ماجرای آزادی خود شرح بدهم به سمت حجره رفقا راه مقصود در پیش گرفتم و چه نه از وصف آن خود به وجد مجدد می آمدم بلکه از شادی آنان نیز شاد می گشتم که غمم داشتند دوستانی اگرچه فاقد سواد اما از خیلی سواددارها در امور اجتماعی با سوادتر بوده چه هر باسوادی واجد شعور به درد خور می باشد به این خاطر که در همه طول مدت گرفتاری حتی یک بار به نصیحت و سرزنش هم نپرداختند بلکه هم فکری و هم دردی هم می کردند. از آن که دانسته بودند که نهی عاشق نه تنها به وی سمری نمی بخشد بلکه آتش او را تیزتر می سازد. اضافه بر که وی را از شنونده رمانده راز و ماوقع احوال خود پنهان می سازد و چه بسا که برای چارگری رو به معاشرین نااهل آورده رنج و مشکل از چند بشود پس اگر پند و هم داشت ابتدا پر به داده با سخنانی مانند اینکه جوانی و عاشقی عاشقی و هزار چم و خم و گرفتاری و با شهادت اشعاری مانند سری که عشق ندارد کدوی بیبار است لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است و اینکه نبوده و نباشد و جوانی که زهر و شربت عشق نچشیده باشد حق به طرفم داده روی خجالتم را به صحبت و درد دل باز می کردن و سپس با آوردن داستانهایی از عشق و شیدائی های خود و دیگران و صدماتی که از آن خورده و دیده و شنیده بودند. با نقل قولهایی از این و آن در دیدن بیوفایی ها و فریب و پشت پاخوری از زن و چند رویی و غیر قابل اعتماد بودن او چشم و گوشم را باز کرده اندرزم میدادند. لذا چه بسا دگرگونی ناگهانی هم از شعر آن مست راه گذر به خاطر همین زمینه ها بوده چه نیش نشتر زمانی فایده می دهد که محل فساد پخته رسیده شده باشد و به غیر آن که موجب فساد زیادتر می کردد و جای نشتر من رسیده پخته شده بود با دیدن من که خندان نه بلکه رقصان وارد می شدم تعجب گردیده مشهدی حسین دقیق به چهره هم شده پرسید هان جعفر خان چه خبر مثل این که شیر اومدی گفتم شیر شیر که نیم خورده سگ را جلو سگ انداختم و چون دیدم متحیرانه مشتاق درک چگونگیش هستند ماجره را برایشان از دیدن مجلس عقد و برگشتن و فکرها و گریه های در راه و آنچه برایم گذشته بود شروع به تعریف نموده با مشاهده مست و شنیدن شعرش و اینکه وسیله آن توانستم قلاده قیدش از گردن انداخته خلاص بشوم شیخ قربان گفت دلت پاک بوده خدا دوست داشت اونو سر راهت قرار داد و نگو مست بگو ملک بگو فرشته که غیر از ملک و فرشته کسی حرفش نمیتونست اینجوری اثر بکنه اگر فرشته هم نبود اهل الله بوده که به این صورت در اومده بود چه اینها گروهی به نام رجال الغیب هستند که به شکلهای مختلف دور دنیا سر راه درمونده ها قرار گرفته کارسازیشون میکنن و اینطور که گفتی واقعا بیچاره شده بودی و بایدم کمکت کنن و برایم شروع به خواندن شعر تا دلت نشکست اشکت رونقی پیدا نکرد و گریه بر هر درد بی درمان دواست چشم گریان چشمه فیض خداست تا نگرگد ابر کی خندت چمن تا نگرگد طفل کی نوشد لبن تا نگرگد تفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش نمود و اضافه کرد گریت گریه بود که بخشایش می طلبید. چه میگن گویند گوینده هر چی میخواد بگه شنونده باید عاقل باشه و این خدای عاقل رحیم بود که صدای گریه های درماندگی تو می شنید بازم میگم خدا دوست داشته خیلی هم داشته خیلی عاشق میشن اما هیچ یکیشون نصیب تو رو از اون نمیبرند یعنی دلدادنی و عشقی و هجر و فراغ و خیلی هم که به دلخواهشون تموم بشه رسالو سال و کاری و تموم میشه و برای تو بحانه ای که به چه جاها برسی چه چشم و گوشا با و به چه گنجا که اگه این بهانه نبود هرگز بهشون نمیرسیدی بلکم به خوابشون هم نمیتونستی ببینی رسیدن به فهم و عقل و درک و سواد و تجربه و اون همه کتاب و مطالبشون که بر اون میگفتی و من و مشت و سن که عبرت میکردیم هر دفعه که میومدی از دفعه پیش پرتر و رسیده تر میدیدیم طوری هم که بهت میگفتیم اگرچه اینم که نگفته واسد نذارم که یه وقت هوا ورت نداره خیال کنی علم الهدا شدی که توی علم هر چی پیش بری خودتو از اون دورتر میبینی که بازم باید دنبالش بدوی تا راحتت کنم که با این همه توی اون به کجا رسیدی چی چی فهمیدی اینی که کار منو پهلوی کار کارخونه ارسیدوزی پترپورت و ینگ دنیا بذاری حالا چقدر دیگه باید بدونی و پس از آن و سه چهار بار شکر خدا که از دست دختر امه راحت شده ام گفته اضافه کرد پس هرچی از این جنس زن باید بفهمی فهمیدی و فهمیدن هم مثل اینه که از آبای دنیا بگی مزه همشونو چشیدی و این که تازه ظاهرشون هم که فهمیده باشی باطنشون رو نتونستی سر دراری که درخت مکر زن صد ریشه داره فلک از دست زن اندیشه داره و مثل پیاز میمونه اگه تونستی از پوس پیاز که چند لادر سر در بیاری از باطن زنم که چند پرده و تو داره میتونی سر و بدون اگه بخوای و چاره درد سرشون بشی با این جنس باید به هر چمن که رسیدی گلی به چین و برو باشی و فکر این که این زن چنین و اون یکی چنان و این مثل اون نیست و این مثل اون نیست و از سرت دور بکنی که همه اگه پیرن مریم هم پوشیده باشن تیریشه از سر یه چرمن و دست کمی از هم نمیارن منطقه ای باشون در کم و زیاد و قابل تحمل بودن و نبودن فرق میکنه حرفایش به دلم نشست و دیدم واقعا اگر این پیش آمد نبود هرگز با آنچه دیده و شنیده ام نمیرسیدم و گفتم پس خوشا اون پیش آمد بعد که نتیجه خوب و بعد اون واقعه خوش که سمری بد داشته باشه و خلاصه به دنبال تصمیم نخستین برای همیشه دختر را از دل بیرون انداختم و میان من رابطه ای واقع نشد تا این زمان که دو چرخه به بغل از پله های معبر جلو دکان که چشمانمان به هم دوخته شد در حال پایین آمدنش دیدم و مرغی را که سالها در مرارت سیدش بودم خود پرزنان به قفس پستوی دکان افتاد عذر مافات طلبید و شد آنچه که باید سالها پیش از این به وقوع میپیوست و نشان داد نه هر روزی ای به تلاش می باشد اما برای ادامش چه زیاد دیر شده بود و دو بیتی زیر که با رفتنش به بداهش گفتم وصل معشوق عجل را ماند وقت معلوم بر او بنهاده است به نما حوصله تا وقت قرار عجلش چون برسد افتاده است روزی حوض کردم بروم پدرم را ملاقات بکنم از وقتی که بعد از تدیاک خوردنم در سال اول خدمت سربازی جلو باغشاه به دیدنم آمده دو قرانم داده بود دیگر ندیده بودمش دوقرانی که گفت اگر برای بیپولی تریاک خورده ای بگیر در جیبت باشد که بسی احانت آمد مستردش داشتم چه آمدنش را هم حاج فیروزآبادی پسر خالش و زن همسایه های خانهش که رفته ببیند به سر پسرک چه آمده از باعث شده بود. سخن است که میگویند محبت محبت می آورد و اینکه هرچند چند به دل نداریم دوست قربان محبت زبانی که همان محبت زبانی هم از او دیده نشده بود لذا هر زمان دلم به طرفش میرفت پایم نمیکشید چه برای معاشرت لازم روی باز ندر باز می باشد و به او این قاعده یعنی بیان خوش و روی باز جز در مواقع حاجت آموخته نشده بود آن هم چندان که به سرعت جواب پذیرش نگرفته تعلل می نگریست روی واقعیش بروز نموده صورت درشتگویی و اهانت و گردن کلفتی می گرفت و به این خاطر رغبت گفته شنید و رفت آمد به طرفش نمی کردم. در خانه به خاطر همسایگی بودنش که هر اتاقش را خانواده اشغال نموده بود باز بود داخل دالان آن کردیدم. کوکب زن پدرم که اسمش را از کوکب به شوکت تبدیل نموده بود در حالی که هنوز تغییر اسم جز به ننگ و نامه ها آمده مگر به صورت قسم یا دشنام که مثلا اگر غیر از این بودی یا چنین و چنان نکنم اسمم را عوض کرده یا اسم فلان و فلان ها را به روی خود می گذارم به همان گونه که کلاه برای مردها که اگر چنین و چنان نکنم یا بکنم و امثال آن کلاه قرم را به سر میگذارم. گذارم چه هر فرم کلاه مخصوص داشت که هرگز تبدیل نمی گرفت و قرم یعنی دلال های محبت هم از کلاه شاپ و مانند لب چروکدارشان معلوم می شدند. و به این قرار تغییر نام فقط از طرف بدنام ها و بد سابقه ها آن هم در مهاجرت های به بلاد دیگر تا شناخته نشوند به عمل می آمد. در حالی که رختهای های را روی بند می انداخت و چشمش به من افتاد جلو رفت سلامش کرده از پدر پرسیدم گفت در اتاق با مهمانهایش حرف می زند و هدایت هم نمود و با فکر چه و که بودن مهمانش داخل اتاق شده پدرم را در بالای آن تکی بر متکا دیدم به چپوق چاق کرده اش پک می زند و با زن از میان سال بالاتری که چشمان درشت دریده و ابروهای کلفت پاچه بزی و رنگ چهره گندمی تیره داشت و مثل یابوهایی که جهازشان کرده باشند به خود تلاعالات بند کرده بود حرف میزند و دختر چارده پانزده سالی بیپروایی که چادر از سرش به روی شانو افتاده بود کنار زن نشسته بود به مجرد داخل شدن و سلام کردن زن ابرو پاچه بزی از پدرم هویتم پرسید و جواب شنید پسرم می باشد و در حالتی که به نظر خریداری همراه دخترش که نیز تمام وجودش برای ورانداز من چشم شده بود با چند ماشالله ماشالله و تعریف و تمجید که چه شا پسری چرا براش دست بالا نمی کنین بدون مقدمه به خواستگاری هم برامد همراه چنان شتاب و الفاظ خودمانی که حرف پدرم را که نفهمیدم موضوع سخنش چه بود بریده حرف عقد و عروسی من که هر زودتر باید برایم دست بالا کند به جلو کشید حتی در آن سرعت ببر و به که هنوز سر پا بوده نتوانسته بودم برای خود انتخاب جا بکنم پدرم با چند انشاء الله جایم را که مقابل مهمانهایش بود نشانم داده دنبالی حرف قطع شده اش را گرفت. اما نتوانست دنبال بکنند که زن ابرو کلوفت راه کلامش را قطع کرده بود یکی از خصوصیات پدرم هر بود و اینکه زمانی خلق نکو یافته به حرف و سخن می آمد که زن دندانگیری به مجلسش باشد و این یکی از آن احوال بود که به دلبری مادر، دختر و بلکه خود دختر و یا هر دوشان آسمان ریسمان میتابید. و معلوم شد برایشم قصه ملک ابراهیم پرج که از قصه های شیرینش بود میگفته است و با آمدن کوکب با قلیان چاق کرده اش به اتاق و معرفی مهمانهایش به من که کلا مجلس صورت دیگری به خود گرفت به این صورت که معلوم شد زن عبرو پاچه بازی اسمش خدیجه زن برادرش احداقای چی و پهلویش فاطمه دخترش می باشد. اهدوها رو دیده بودم اما زنی از اونه می شناختم. تا بعدها که ماجرایشان به این گونه برایم روشن شد که روزی زنک با زیور زیاد که دام سیدهایش بوده همیشه به خدا ویخته داشت سوار درشگرش شده سر صحبت را با او باز نموده متوجه مجرد بودنش شده با برخ کشیدن و وعده خریدن درشکه که نمیخواهد دیگر فعلگی مردم بکند خودش برایش میخرد فریبش داده با محریه ای بس سنگین خود را به او بند می کند و دخترش هم که نه فرزند بدنی او که خریداری از زنی بی صاحب که بچه از شخصی به نام شیخ مهدی روی دستش مانده مجبور به فروش می شود صحبت تا برخواستن من همه از طرف زن عقد و عروسی و تعریف و توصیف سر و شکل و ادب و فهم من و اینکه اگر قبول بکنم دخترش کنیزم می باشد و دختر که چشم از طرفم نگردانده چرا که گفتی مات شده بود به حرف پدرم این که اگر من قبول بکنم او از خدا می خواهد و کوکب هم که میانه گیر شده بله بران می نمود. در آن عجله که دیدم کار نزدیک به نقاط باریک رسیده باید فرار بکنم و لذا برخواست خداحافظی نموده راه خروج در پیش آوردم اما هنوز به در حیات که پس از طی دالانی باید به او رسید نرسیده بودم که دخترک را دیدم دوان دوان خود را به در رسانیده پشت به در و رو به جانب من صد را هم گردیده دیده به دیده ام دوخته گفت چه به این زودی تشریف میبرین؟ خب دیگه کی زیارتتون کنم راه بستن به طرز حرکات و سخن گفتنی که گفتی سالها با هم رابطه داشته این و بناچرد که من نیز مجبور جواب دادم مثل او گردیده گفتم تا ببینم تا اینجا به گمانم قائل ختم و ماجرا که انلم یکن یک و به اتمام رسیده و چون این جواب شنید گفت من که نمیتونم به سراغتون بیام پس خود شما بگین کی و کجا به سراغ من میاین بدونن که مجال فکر کردنم به دهد افسود نشون خونمون سرراسه خیابون خوراسه اون کوچه بنده ها نمره 74 گفتم به چشم اگر راه هم از اون طرف افتاد شد ببینم و مادرش که بسی زیرک و از آب گذشته به نظرم رسیده بود و باید ملاحظه جوانه به کار بکند با صدای بلند و به اسم که فاطمه کجایی چهار قدم بدرقی کردنی هم معطلی نداره به اتاقش خواند که من نیز باید قطع سخن نمایم و او نیست که راه گشوده از جلو در خود را به طرفی کشید اما هنوز با دستهایش که برابرم گشوده مانع رفتنم بوده ساعت و وقت و زمان میطلبید که به صورتی سر گفته گفت و شنود را به هم آورده در حالی که با زبان ریزی هایش، ترکش برای موجب آشفتگی و دشوار شده بود گفتم فهمیدم خونتون کجا شاید هفته دیگه اگر راه هم از اون طرف افتاد دیدمتون چون خونه ای که از دوستان پایین تر اونجاست یعنی در خیابون ابراهیمی و درست هم میگفتم که منزل مشهدی حسین رفیقم را میگفتم و علاوه بر شبهای روزش غالبا روزهای تعطیل هم با وی و زن و بچهش در خانهش ناهار میخوردم و با دادن قولی سر زبانی به او که کم مانده بود به بهانه خداحافظی به گردنم بیاویزد خود را کنار کشیده به زحمت از لای در که نمیگذشت درست باز بشود پا به کوچه نهاده به راه افتادم و او که به دنبالم خارج شده با نگاه های محروم مشتاقش که با نگریستن به عقب می دیدم تا پیچ کوچه بدرقه ام نموده و در حالی که پاهایم رفته خودم نمی رفتم بین نگاه های من تفرقه افتاده وارد شارع عام گردیدم پس از فراغت از او دختر امه و مرارت چند سالش به نظرم آمده به خود گفتم مگر تو نبودی که آن عهد و پیمان را با خودت در کنار جستن از محملات دوستی و دوست داشتم و مزخرفات عشق و عاشقی و وادی دیوانگی آن عهدها بسته پیمانها استوار سوار نمودی پس این چه سوست انصاری و بی ارادگی می باشد که با چند نگاه و چند قدم و نظر و بدرقه و چند کلمه فریب خورد خیشتن گرفتار بکنی آیا اگر چشمت لوچ و سرد بیموی و چهرت غیر قابل نگریستن و در این گونه معایب بودی بازم دوستت داشته چنین این و شور اظهار می نمود پس نه برای تو بلکه برای حز نفس خیش تو را خواسته و این گفته رو حرکات نیست چیزی جز ریشخند و فریب دخترم نبوده که باید اجتناب بکنی و سوی حرف ازدواج و عقد و عروسی از ابتدا که اگر آخوندش حاضر شده بود شاید همه ساعت تمام شده بود و از طرفی فراموشکاری و خودفریبی مبتلا به همگان کار خود را کرده مخصوصا حرفهای مشدی حسین در ملاقات بعد از که همه کارم را با وی و شیخ قربان در میان میگذاشتم که ازدواج را سنت دانسته و اینکه با آن نصف دین انسان حفظ و نصف دیگرش با ایمان حفظ می شود و اینکه ازدواج قلب را و تقویت و روزی را وسیع و آدمی را از ده ها رنج و بلا دور می کند و همراهش خود ریش خندی که این نه دختر امه و مادرش نه امه که محبت و صداقت از وجناتش میریخت کار خود را کرده گفتم چه بهتر که نه چک زدی نه چونه، عروس اومد تو خونه و آنطوری که حرفش را میزدم بی خرج و باج سر و ته قضیه به هم می آید اگر دفعه دیگر برخوردی شده و حرفش را زدند قبول بکنم فقط میماندیم که شناخت بیشتری از وی و مادرش به دست آورم اگرچه این نیز جز حرف بیپایی ای نمیتوانست باشد که همان نگاه ها و تا پشت در آمدن و جلو راهم را گرفتن و حرف سخن ها و با چشم تا پیچ کوچه به حال نظار که گفتی روحش از تنش دور می شود کار خود را نموده خاصه که اگر هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند به جزان یک هنر شرط زمانش بود و اینکه در خواستنها طرف علاقه سوای دیگران می گردد. مثل اینکه زن من غیر زنان دیگر و فرزند من سوای دیگر فرزندان و خیش و اقارب و دوستانم جدا یا از کس و کار و دوستان بقیه می باشند در حالی که با امتحان اگر بدتر از آنها نبوده بهتر از آنها هم نخواهند بود معلوم می شود و بد و خوب مطلق خلق نشده هرچه به نسبت می باشد در حالی که شیخ قربان که نمیدانم چه ستم از زن دیده در هر صحبت از او بد گفته حتی از شنیدن اسم زن راه می نمود مخالف مشری حسین نظرش بوده می گفت مردونه که بتونه خودو از زن حفظ بکنه و اینکه آدم بالغ عاقل دست و پای خود را گرفتار غیر زنجیر زن نمی کند و با این دو بیتی که خودش معمول داشته همیشه ورد زبانش بود نظرش را تأیید می نمود مرد آزاد بگیتی نکند میل دو گر که می خواهد از آفت به سلامت باشد زن نگیرد اگرش دختر قیصر بدهند وام نستاند اگر وعده قیامت باشد و سر قیز که مثل و داستان و قصه از بد زن می آورد و در آخر که می گفت هنوز وقت زن گرفتنت نشده زنی که هزار نیاز داشته یکیش را ارزای میل طبیعی و بقیه اش را زحمت و پول پر می کند و داستان بهلول دیوان نما را آورد که وقتی به زحمت زنش دادم شب زفا گوشش را به مدخل عروس نهاده برخواست فرار نمود و چون پرسیدم گفت آن همه مدعی و سر را نمی توانستم تحمل بکنم که یکی نان و یکی رخت و یکی مدرسه و دیگری طبیب و دوا با اندگری جهیز و دیگری خرج عروسی و سرمایه کسب و کار می خواست و هر یکیشان که مدعی و گیرنده های دیگر می آوردند پس تو که هنوز نه در سر کلاه و نه در پای کفش ایان از عقب فلانجای بنفش بوده پست به پیشت میگه ها تو تو اگه خونه مادر بزرگ و رخت خواب اون نبود خودم انگشتر و یارم نگینه لحافم آسمون فرشم زمینه بوده باید کنار کوچه روی زمین خوابیده لاف و آسمون سرت بکشی خیلی زودته بخوای یکی دیگر رو هم بند خودت کرده به کول بکشی رک بود و حرف خودش را میزد و من هم از خصوصیاتم بود که حرف درست را پذیرفته قبول بکنم و همیشه خدا پدرش را بیامرزد که گفت و خدا پدر مادرش را بیامرزد که شنفت آویزی گوشم بود و با اطلاع از این خصیصه جدا با زن گرفتن مخالفت می نمود. اما در این مورد که غریزه هم زود رس بوده سخنانش برایم آب در هاون کوفتن و در بیزنگ بود و نظرات مشهدی حسین بهتر به دلم می نشست مخصوصا در آنجا بود که گفت روزی هر کس همراه خودش می باشد و یک سر یک روزی و دو سر دو روزی داره و کلمات مرشدم که فرموده بود رزق را روزی رسان پر می دهد. بی مگس هرگز نماند انکبوت و هران کس که دندان دهد نان دهد و بسو از این گونه مطالب که به گوشم خورده بود و میماند که مگر یکی دو بار هم تنها و جدای از دیگران با او برخورد نموده از کموکیف روحیات و اخلاقیاتش سر درآورم و قبل از ظهر روزی به عزم آن سوار دوچرخه شده راهی خیابان خراسان و کوچه بناها گردیدم نشانی که کاملا برای ماشنا ما بود از آنکه چه به خانه مشهدی حسین از همانجا می رفتم. پس رکاب زنان بی آنکه قرار قبلی داشته باشیم خود را به خیابان خراسان و کوچه بنده ها رسانیدم. در حالی که چشم به دنبال فاطمه این سو و آن سو این دکان و آن دکان که شاید برای خرید آمده باشد می چرخید وارد کوچه شده سرازیری آن را در پیش گرفتم که هم از خیابان و هم از کوچه ناامید گردیدم و در خانه اش را هم نمی توانستم کوبید که هنوز کارمان به آن مرحله نرسیده بود و لذا محروم و ناگزیر راه بازگشت را به جلو آوردم در حالی که به سختی می توانستم رکاب بزنم و هنوز دو سوم کوچه را پشت سر نگذارده بودم که ناگهان چشمم به او افتاد که چادر نماز به سر بغلی هیزم روی دو دست جلو سینه گرفته به سوی پایین یعنی به طرف من می آمد که تا چشممان من به چشم به هم دوخته شد او در جا میخکوب و من با آخرین حد توان فشار به رکاب آوردم فشاری به رکاب دوچرخه که گفتی شاید کمتر از لحظه به او رسیده و چندان که پیاده شده مقابلش ایستادم نگاه معصومانه ای به صورتم افکنده گفت ای بیوفا وفا و هیزم بغلش که دستش از زیرشان سوس شده بود یکی یکی رها شده به زمین افتادند و بدون آنکه متوجه وضع خود شود گفت آقا شما چه از این طرفا و چنان کلمات و برخوردش از خود بی خودم نمود که زبان در دهانم بی حرکت مانده چندان شد که بگویم از منزل دوستم مشدی حسین نیامدم و تمام بکنم و شاید هم حق می توانستم داشت که در امری بس دور از انتظار قرار گرفته حرف و سخنی به جوابش نتوانسته بودم آماده بکنم به هر تقدیر چندان شد که او به سراحت و من به تتپته چند کلمه با هم گفت و شنید نموده و خواسته که او وعده ی هفته دیگر در همان نقطه بنهیم و هفته دیگر هم که از طرف من حرفایم را با خود بازگشت بدهم بهتر از آن نتوانست باشد. چه زبانداری منجر به زباندرازی زن نسبت به مرد شناخته شده بود، شاید به خاطر مزونمایی و حق به جانبیش باشد. از طرفی دو مرتبه کوکب، زن پدرم را دیدم که در دکان آمده، حرف عروسی با فاطمه را پیش کشیده، به تعریف و توصیف خوبیهای خود و مادرش برآمد. و پدرم نیز که جداگانه خواست قول قبولی از من بگیرد و چون بر سر دو راه و نه بلکه بر سر چند راه قرار گرفتم به خود گفتم مشورتی هم با مادر بکنم صبح روزی به این تصمیم خود را به خانه مادر رسانیدم و دیدم مثل اینکه بنایی داشته خاک و خولی کنار راه روش جمع شده بود پرسیدم جواب مثبت داده گفت اتاق دمدری تیره سقفش مرونه گذاشته بود عوضش کردیم حالا عقب نقاش میگردیم گردیم، به جا میخواش و بگیره رنگ بکنه گفتم اینکه کاری نداره خودم رنگش میکنم پرسید مگ بلدی؟ جواب دادم اگه که بلد نبودم نمیگفتم و پذیرفته از خانه بیرون آمده روانه دکان رنگ فروشی گردیدم و غروب نشده با رنگ آبی آسمانی که به آن زدم تحویلش دادم. این خانه را تقییخان از مردی به نام مشهدی احمد حمامی اجاره کرده بود. مردی به گفته ای مادرم از مردم لباسانات که به غیر آن شش خانه دیگر به اجاره داشت. سبای منزل مسکونی خودش به اضافه حمام ملکی و باغ و خانه و مزرعه در لباسانات و کامیونی به زیر بارکشی و در حد خود از سرمایداران سقاخانه آینه به شمار می آمد. با فراغت از کار دست و رویم را شسته لباس کهنه تقیخان را که برای کار از مادرم گرفته بودم درآورده لباس خودم را پوشیده نزدیک سماور چای کنار مادرم نشسته پس از مقدم چینی های زیاد و پس و پیش کردن جملات که از کجا و چگونه شروع بکنم صحبت فاطمه را به پیش کشیدم و اینکه خود و مادرش هم که چنین و چنان و حرفمان هم درباره اش تمام شده است. با شنیدن سخنانم ابتدا اندکی به خود فرو رفته سپس سر بلند نموده به چشمانم خیره شد متغیرانه که کتابی از آن غم توقع و نامیدی و انتظار برآورده نشده به چشم می رسید گفت میخواستی خواستی تموم کنی بعد خبرشو بیاری؟ و سپس از واسطش که این تیکه رو کی برایم گرفته پرسید و پس از اطلاع از آنکه پدرم همراه زنش واسطه بوده اند گفت پس بگو حتما به گلگردن گردن ننه دختر طلا دیده خواست تو رو وسیله جیبکنی بکنه و البته تیکه هم که بابا تو زنش بگیرم بهتر از این نمیشه و میوه خاک اندازم بهتر از سنده نمیشه و به دنبالش افسود دختری که با نظر اول عاشق تو بشه و می سادگی هم عاشق کس و کسای دیگه میتونه بشه و چه بدونی شده و دستمالیاش هم شده نمک چشونیاش هم داده پس مونده هاشو تو آورده و در آخر اینکه که زنسی به تلخ و که آدم اگه بده عوضش بکنه و اگه از من میپرسی باید دربارش فکر بکنی و به همینجا تمام کرده حرف رنگ اتاق و عجرت آن را پیش کشید که گفتم به یا نرسیده. گفت از مشدی احمد گرفته این دفعه که رفتم بهم به بدهد. در این هفته که جمعهش باید به سراغش می رفتم دو اتفاق افتاده بود. یکی اینکه که نوبت فاطمه را به صورت سابق در کوچه دیده حرف و حدیث من که البته او به جلو کشید از عشق و عاشقی و سوز و ملال آن گذشته به عقد و عروسی کشیده بود و دیگر اینکه که بیرق خرابی این طرف خیابان که دکان مرا هم در بر می گرفت به بام دکانم خورده بود. بیرقی که هر جا نصف شود چه روز بعدش خود و مسیرش خراب بشود و باید که فکر کار یا دکان بکنم و خبر دومیش را که برای مادرم بردم خرج و مزد رنگ اتاقش را جلوام گذاشت و گفت مشدی احمد خیلی از کارت خوشش اومد مخصوصا از ارزونیش که گفت پسر منصفی بوده و خواست رفته خونهای های هم رنگ بکنی پذیرفتم و به یادم نمی آید که اول یا بعد از خانه های دیگرش به خانه خودش رفتم. خانهش وسیع و سه طرفش اتاقهای تو در توی قلام گردش بود و قبل از ظهر روز دوم کارم بود که دختر بزرگش که اسمش را نفهمیدم برایم چای آورده آهسته سلام کرد و سینیش را به زمین گذارده با رعایت کامل ادب و حفظ خود گفت حواستون باشه سرد نشه و رفت مشهد احمد فقط دو دختر داشت در سنین 17-18 و 10 یازده ساله که این دختر بزرگش بود روز دوم و سوم به همین طریق که قبل از ظهر و عصر به همان گونه برایم هم چای می آورد و پس از چای قبل از ظهرش بود که مشهدی احمد به سراغم آمده در وقتی که رنگ طرف حیات در یکی از اتاقهای سمت شمال رو به قبلش را می زدم خدا قوتی گفته مزاحگونه افزود ایشالا خودم تو پلوی عروسید با آبکش آب بکشم و با بتن و جوونیت قوت جوابش داده گفتم با این پولا من کجا با عروسی و بدون معطلی گفت شما بلشو بده پلو عروسیش با من و ظهر که برای نهار بخانی مادرم که در چند قدمیش بود رفتم گفت و شنیدم من را به مادرم رسانیدم مادرم فکر کرده گفت بوی آشنایی از حرفش می اومده که خیال می کنم بر دختر سیر نظرت گرفته باشه پرسید خب بعد از اون چی شد؟ گفتم هیچی تعارف نهار کرد که زهر بیرون نرم همون جیه لغم نون هست با هم می خوریم و جواب دادم خیلی ممنون اونجا هم که از مال شماست و دیگه چیزی نشد گفت اینم نشونی دیگهش خب پسر خر میخواستی بمونی ببینی دیگه چی میخواد بگه من که بازم پیش فاطمه بود و هیچ کس دیگر به نظرم نمی آمد و از حرفا و تعارفات مشهدی احمد جز کلمات معمولی و تعارفات متداول چیزی نتوانسته بودم برداشت بکنم گفتم ترسیدم تعارف سرزبونی باشه کنف شده باشم گفت که همچی آدمی کرف بیخودی نمیزنه کل کردی اونم مثل ماست که با یه مهمون خودش بخواد به این در اون در بزنه روز یه من برنج تو خونهشون پخت میشه زیادیه شد جلو سگ گربه میریزم دیدم بلکن معامله نیست که با یک عقلم نرسید خودم را خلاص کردم و نهارم را خورده به سر کار برگشتم و عصر که دست از کار کشیده آمدم دیدم مادرم میخندد و گفت مبرکت پشت وسط خواستکار اومده بود معلوم شد خواستکارم زن مشهدی احمد بوده آمده گفته مشتمت گفته هی این پسرکی بی سر با قاپش بزنه به پیشنیش ترقی زیاد میبینم ببین بلکه بتونی رازیش کنی این زن بگیره و خودش میخواد واسهش آستین بالا بزنه چی جواب بدم گفتم ولی که من نخواستم زن بگیرم حالا باشه فکر بکنم گفت دختری چلوولی رو که تو کوچه باش قرار مدار بذاری نمیخواد فکر بکنی اما دختر چنین کسی رو باید فکر بکنی درست گفته اونی که گفته تره به تخمش میره حسنی به باباش و واسی زندگی با من باید ماه و سالا فرار بکنه به جواهر که برسه موم و ملهمش بشه شب روزاش رو اون بذره آره تو هم دست کمی از بابای دیوست نمیاری و دیگر چیزی نگفت آن روز پنجشنبه یعنی شب جمعه بود که طبق قرار زمان نظامم باید آنجا بمانم و گفتم نکنه درست گفته باشه کمی هم بین این اون فکر بکنم و پس فردا که به سر کار میرم یه نظری هم به صورت خریداری به دختر مشهدی احمد بکنم آن شب تا صبح خوابم نبرد همش در فکر فاطمه و دختر مشهدی احمد بودم تا آخر که گفتم اول باید این نظر را به فاطمه انداخته سپس با دختر مشهدی احمدش مقایسه بکنم بدونان که به شرایط دیگرشان فکر بنمایم و در صرف صبحانه که دوچرخم را سوار شده راهی خیابان خراسان گردیدم. قرار من با فاطمه دو ساعت به ظهر مانده شنبه و چهارشنبه بود که در آن روزها به ساعت قرار به بهانه خارج شده کوچه بنده ها را بالا و پایین می نمود و آن روز را من بدون قرار و شانس و اقبالی رفته که نیز به همین حساب از خانه به بهانه خرید خارج شده ملاقات نمودیم و با زبان ریزی های زیاد که شب تا صبح باید در فکر و خیالت باشم و روز که سیاهی چشمم سفید بشه تا شنبه و چهارشنبه برسه و آخرین که مادرم گفت مگه کولی غربیل بندین که تو گوچه ها هم دیگر رو میبینین و چرا تو خونه نمیاریش و اصرار و اصرار که باید به خانه برویم و به زور که با خود به طرف خانهشان کشید و معلوم شد پسل پنهان میان دختر و مادر نبوده همه چیزشان با هم باشد. و تعارف به خانه اش هم که به دستور او بوده و هرچه بود که پس از چند دقیقه پشت در حیاتشان بودم دختر در زد مادر صدا به کیه گفتن براورد و دختر که مهمون عزیز و مادر که در را بروی من گشوده چنانچه در امر از خدا خواستهی قرار گرفته با خوش آمد و زبان ریزی زیاد که باد اومد بوی گل آورد خونمون رو روشن کردین کاشکی چیز دیگه از خدا میخواستم قربون قدمتون بفرمایید پا رو چشم ما بذارین داخل ما نمود و اتاق دومی طرف قرب حیات رو نشان داد که تشریف ببرم و فاطمه را راهنمایم گذارده خود با گفتن برم سماور بر و آتیش بندازم اگه میدونستم خاموشش نمیکردم برم ببینم بلکه هنوز ته آتیش صبحش مونده باشه روانه گیراندن آتش سماور گردید و فاطمه که در اتاق به نشان دادن جای نشستن که بالای اتاق و روی توشکچه با پشتی بود و شیرین زبانی و تعارف این که اگه می دونستم به مادرم می گفتم واسط گوزفن بگیر زمین بزنیم و سخنانی از این قبیل پرداخت و در آخر که به حال خودم گذارده به کمک مادرش شتافت. اتاق یک دره تاقتیری با پرده تور سفید که جلویش آویخته با توشکچه و پشتی که مرا رو به رویش تعارف نشستن نموده دو شعل جار پای بلند حباب که دو طرف دوال بخاری و ساعت شم دو زنگه ای که وسطشان نهاده چند قاب عکس منظره که به دیوارهایش نصب گردیده بود زینت شده بود. نشستن من خدیجه وارد شده به تعارف و تواضع من و از اینکه سرزده آمده چیزی به خانه نداشته به معذرت برآمد و با کسب اجازه که لاعقل پیالی چایی جلوان بگذارد برخواسته مرا به حال خود گذارد و با بیرون رفتن از اتاق بود که فادمه را پی فرمان فرستاد و از پس پرده توری او را دیدم که با پیراهنی نازک بدن نما که ستر پوشش صورتی رنگش از زیر آن نمایان بود از جلوام هم رد شده با سینی زیر استکانی که در دست داشت بازگشت نموده پیراهنی که در همان فرصت چند دقیقه تعویض نموده از آنکه لباس کوچش به غیر آن و شامل پیراهن چیت یق گلابی و چادر بلند مندرسی که گوی مال خدیجه بوده سر کشیده بود و کفش قهوهی کهنهی که پشت پاشنهش بریده شده به صورت نعلین در آمده بود به پا داشت و از مشابهتش در لباس با پوشش کوچه که در اینجا با لباس زیبای خاص و در آنجا که جولیده و با پای بدون جوراب آمده بود بی سر و پاییشان را دانستم اما چشم عقل از عشق کور شده کی میتوانست غیر خوب بنگرد به هر صورت پیراهنی که اندامش از زیر آن با تمام زوایا و پست و بلند به خوبی نمایان چنان که برهنه می خاص تابش آفتاب دو سه ساعت به ظهر که برای نورفکن گردیده بود و هرچه بود برای من که در التهاب جوانی و بدن زنی را بدان وضوح و جلوه ندیده بودم آتشی شده که به خرمن خردم افتاده گفتم دیگر چه جای بحث و سخن که بخواهم دربارش فکر و یا با دختر دیگرش به قیاسش آورم و دل خود در جهتش یک دله گردانیدم در آن چتاب که چه میشد عاقدش نیز حضور داشته امکان زفافش میداد آتش شوق یا بلای حوسی که چه خانمانها در لحیبش سوزانیده چه مصائب جانسوز که به بار آورده است و پس با همان هیئت که دقایقی دیگر چای آورده جلو هم گذاشت دقایقی همراه تعارف به چای که نوش جان بکنم سرد می شود و دنبالش سخنان متفرقه که چی شد بی موقع این طرف اومدی دیشب تا صبح همش خوابتو می دیدم و استکان خالیش را برداشته که برده تجدید بکند و هنوز پای از پله جلوی اتاق پایی نگذارده بود که صدای افتادن و شکستن استکان برامد و در عقبش دشنام و ناسزه های زشت اوباش معابانه خدیجه که دختری فلان فلان شده دوتا مرد جلوش بذاری درسته قورتشون میده اون وقت ارزه یک استکان که سالم ببره سالم برش گردونه رو نداره و حیف این پیرم که تنت کردم باید گونی میپوشیدی که معلوم شد پیراهن را خودش یادش داده بوده بپوشد که جلوه کند و ناسزاهای بدتر از این پشت سرش که کم مانده برخواسته خداحافظی بکنم در بوکمکر فکر و خیالات ماندن و برخواستن بودم که خدیجه به اتاق آمده گفت لابود پیش خودتون گفتین چه زنه که گداییه ببین واسی که استکان چه میکنه اومدم بگم حرفی استکان دهشایی پونزهشایی بیقابلیت نیست اولا برای اینکه دختر بر زینت و ارزه و کفایت داشته باشه بلکه یه چیز قیمتی بود میخواست جابجا بکنه اگه خونه شوهرش بود و شکسته بود شوهر مثل من حساب دون و گدا بود چه خاکی به سرش میخواست بکنه چه میدیدی کارشون با همین به طلاق نمیکشید ولی من مالیدمش که عواظ رو جمع بکنه و دو و مندشم جلو شما فوش دادم که هم اخلاق و رفتارمون به شما حالی بکنم که کار و بد و از هر کی باشه جلو شاهشم باشه تو روش میزنم به خونه نمیبرم و بعد از همشم هم. هم تو که گفتم حرف دهشوی قرون نیست حرف اینه که اگه همین استکان ده پونزه شایی رو در خونه بیارم پنج قرون بخوام با منت قبول میکنم اما واسه بعد باید ده پونزه روز گاهی یه ما دو ما این طرف اون طرف بدوم تو این بلور فروشی تو اون تیم چه سگ بدونم تا بتونم بستشو گیر بیارم یا آخرشم هم استکانم ناقص بشه گیر نیارم دیدم مرف حساب جواب ندارد و درست میگوید که اگر خود من هم بودم بهتر از این با او رفتار نمیکردم. دختری که استکونجه رو نتونه درست برگردونه چجوری میخواد زندگی رو بگردونه؟ چنان همان روز بعد از عروسی من که از تودی چراغ زنبوری پرسید و گفتم چیزی مثل خاکستر میمونه که اگه انگوش بهش بخوره خاک میشه و شب که آمدم دیدم اتاق تاریک و برای امتحان انگوش به توری آن زده ریخته است. چنان سیلیش زدم که به دور خودش شرخید که البته آن هم به قول خدیجه که شنیده از رندی خواسته بود ماسمالی بکند و گفته بود نه به خاطر یه توریی قرونی بلکه به خاطر این بوده که سفارشم و سعی پذیرفتنش و ننموده تخلف کرده بود چکوسیلی که از پدرم آموخته هم بودم همه از پدرشان علم و کلام و نرمش و حسن خلق و محبت و ادب و انسانیت میآموزند ما هم یعنی من و حسن برادرم از او فحش و کتک و مثل چنین هنرها آموخته بودیم و به همین خاطر هم بود که هر زمان بد و ناشایستی از من یا حسن سر زده بود مادرم میگفت تر به تخمش میره حسنی به باباش و درست هم میگفت چنانچه خود در بیوگرافیم هم به همین گونه بدان از آن نموده که من خلف بودم و این رسم عبه است گر تأسیست مرا از ادب است